عجایب هفتگانه جهان شامل چه چیزها و چه مواردی می شدن و در کدوم کشورها قرار داشتند؟ عجایب هفتگانه جهان باستان چطوری در هزاران سال پیش بدون دانش و ابزار پیشرفته‌ای که الان وجود داره ساخته شدند؟ سلام و درود به همه دوستان عزیز، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی دیگه از کانال فکت مگ. امروز تو این ویدیو میخوام راجع به عجایب هفتگانه جهان باستان با شما صحبت کنم و تک تک این عجایب رو به شما معرفی کنم. فقط قبل از شروع این ویدیو خیلی ما رو خوشحال میکنید که این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی منتشر میشه شما اونها رو ببینید. عجایب هفتگانه جهان به طور کلی به دو دسته عجایب هفتگانه قدیم و عجایب هفتگانه جدید تقسیم بندی میشه که امروز در این ویدیو ما قصد داریم عجایب هفتگانه دنیای قدیم و جهان باستان رو به شما معرفی کنیم. شماره 1، هرم بزرگ جیزه در مصر یا هرم خوفو که بزرگترین هرم در مصر است و تنها موردی از عجایب هفتگانه جهان است که تا الان پا بر جا مونده. هرم بزرگ جیزه تقریبا در 4500 سال پیش ساخته شده و علت اینکه این هرم تا الان پا بر جا هست نو و ساخت شکل هرم هست، چون هرم یک سازه بسیار مقاوم در برابر زلزله و تغییرات آب و هوایی هست. ساختن یه همچین سازه‌ای حتی در دنیای الان که بسیار پیشرفته تر از گذشته از لحاظ تکنولوژی و ابزارالات هست یک کار سخت و دشوار حساب میشه. و این هرم در 4500 سال پیش چطوری ساخته شده؟ این هرم باستانی برای مدت 4000 سال بلندترین سازه جهان بود و انسان تا قرن 19 نتونست ساختمونی بلندتر از هرم بزرگ جیزه رو درست بکنه. نکته شگفت‌انگیز ساخت چنین اهرامی در مصر اینه که در اون زمان ابزار پیشرفته‌ای وجود نداشته که مصری‌ها بتونن از اونا کمک بگیرن و اینها رو بسازن. یک تئوری هم وجود داره که میگه این اهرام به دست فرازمینی ها و فضایی ها ساخته شدن، چون در اون زمان انسان ها توانایی ساخت چنین سازه ای رو اصلا نداشتن. نظر شما چیه؟ این هرم ها به دست مصری ها ساخته شده یا فرازمینی ها؟ شماره 2، باغ های معلق بابل. باغ های معلق بابل در شهر بابل قدیم که الان در عراق قرار داره ساخته شدن. این باغ‌های معلق به دستور پادشاه بابل و به خاطر همسر بیمارش ساخته شد. پادشاه بابل با آمیتیس دختر پادشاه ماد ازدواج کرده بود و آمیتیس که تا قبل از ازدواج در محیط خوش آب و هوای کوهستانی و پر از باغ زندگی کرده بود، از آب و هوای خشک بابل بیمار شد و برای همین پادشاه بابل برای بهبود حال اون دستور داد در نزدیکی رود فرات در عراق امروزی یا بابل قدیم باغ‌های زیبایی رو بنا بکنند. ارتفاع باغ‌های بابل در حدود 23 متر از سطح زمین بوده و روی محوطه‌ای بزرگ و آجری قرار داشته و دانشمندان به این نتیجه رسیدن که احتمالاً برای آبیاری این باغ‌ها آب رو از رود فرات به محله این باغ‌ها انتقال می‌دادند و اگر این ادعا درست باشه سیستم آبیاری اونها از پمپ، چرخ و مخزن‌های آب تشکیل شده بوده. نکته جالب باغ‌های معلق بابل اینه که تنها موردی از عجایب هفتگانه جهان هست که احتمال داره هرگز ساخته نشده باشد. چون بسیاری از دانشمندان امروزی بر این باورن که شاید وجود چنین باغ‌های باورپذیر باشد، اما به دلیل نبودن مدارک کافی تقریباً به افسانه شباهت داره تا واقعیت. حتی در کتیبه‌های خط میخی بابل هم هیچ نشونه‌ای مبنی بر اینکه این باغ‌های معلق وجود داشتن نیست. به نظرتون این باغ‌ها وجود داشتن و واقعی بودن یا داستان و افسانه بودن؟ شماره 3، مجسمه زئوس در اولمپیا یونان. زئوس در اساطیر یونان باستان پادشاه خدایان و خدای رعد و برق بوده. در قرن پنجم قبل از میلاد یک مجسمه ساز آتنی به نام فیدیاس مجسمه عظیم و جسه از زئوس رو طراحی و تکمیل میکنه و بعد از ساخته شدن در داخل معبد زئوس قرار گرفت. این تندیس شگفتانگیز با بالاتنه اوریان بر تخت چوبی زیبایی نشسته بود و بیش از 13 متر ارتفاع داشت و بدنه اون از آج فیلها و موها و ریش مجسمه از طلا بود.
در افسانه‌های یونان باستان اومده که فیدیاس بعد از تکمیل مجسمه از زئوس میخواد که با نشونه ای کار اون رو تایید بکنه و در همون لحظه آذرخشی سراسر اون پرستشگاه رو روشن میکنه. زیر پایه‌های تخت هم دو موجود خیالی درست شده بود که سر و بالاتنه‌ای به شکل زن و بدنشان به شکل شیر و دو بال داشتند. ارتفاع مجسمه اونقدر زیاد بود که تقریباً سر مجسمه به پرستشگاه میرسید. مجسمه زئوس برای بیشتر از 8 قرن در اولمپیای یونان بود تا اینکه به قسطنطنیه روم منتقل شد و در نهایت در سال 462 پس از میلاد بر اساس آتش سوزی کاملا از بین رفت. شماره 4، معبد آرتمیس در آفسوس. معبد آرتمیس به خاطر قدمت زیاد و شکوه این مجموعه در زمان گذشته در میون عجایب هفتگانه جهان قرار داره. معبد آرتمیس در 500 سال قبل از میلاد مسیح ساخته شد و خیلی از هنرمندان مشهور دوران باستان و یونان روی نقش و نگارهای معبد کار کردند. معبد آرتمیس در 356 سال قبل از میلاد دقیقاً در شبی که اسکندر متولد شد آتیش گرفت. و بنا به گفته عده‌ای از تاریخ شناسان معبد آرتمیس بارها تخریب و دوباره ساخته شد. معبد آرتمیس در گذشته‌های دور یکی از مراکز مهم معنوی در یونان باستان بوده و خیلی از بقایای بجا مونده از این معبد در موزه بریتانیا واقع در لندن هست. در آخر معبد آرتمیس در سال 262 پس از میلاد تخریب و به این ترتیب یکی دیگه از عجایب هفتگانه دنیا به طور کامل از بین رفت. در سال 1860 میلادی باستانشناسان بقایای ستونهای آرتمیس رو در اعماق رودخانه کایستر کشف کردند و به عقیده بسیاری از باستانشناسان معبد آرتمیس بعد از هرم بزرگ جیزه با شکوه ترین اثر در میان عجایب هفتگانه جهان هست. به نظر شما کدوم یکی با شکوه تر و عجیب تر بوده؟ شماره 5، آرامگاه هالیکارناسوس واقع در بودروم ترکیه. هنگامی که پادشاه کاریا درگذشت، همسرش دستور داد تا آرامگاه باشکوهی برای شوهرش بسازند. آرامگاه هالیکارناسوس بنای عظیم از سنگ مرمر سفید بود و ارتفاع اون احتمالاً 41 متر بوده. این آرامگاه طراحی پیچیده‌ای داشت و از 3 طبقه مستطیلی تشکیل می‌شد. دور تا دور آرامگاه هالیکارناسوس پر از مجسمه‌های زیبا از انسان و حیوانات مختلف بوده. در طبقه میانی این ساختمون 36 ستون وجود داشت و سقف اون نیز هرمی شکل بوده و در قسمت بالایی آرامگاه مجسمه 6 متری از سنگ مرمر ساخته شده بوده که یک عرابه 4 اسب رو نشون میداده. به نظر باستانشناسان در قرن 13 هم به خاطر زلزله این بنای عظیم فرو ریخت و نابود شد. البته بقایای این آرامگاه هنوز هم در جنوب شرقی ترکیه وجود داره. در سال 1846 میلادی قطعات یکی از کتیبه‌های کناری آرامگاه رو از کنار اون جدا می‌کنن و به موزه می‌برن و این قطعه الان در موزه لندن نگهداری میشه. شماره 6، اول رودس، یونان. اول رودس مجسمه بزرگ و برنزی از هلیوس خدای خورشید بود که در شهر رودس یونان ساخته شد. ساخت این مجسمه تقریباً 12 سال طول کشید. قول رودس بیشتر از 30 متر ارتفاع داشت و بلندترین مجسمه دنیای باستان بود. بیشتر باستانشناسان اینطوری فکر میکنن که مجسمه شبیه خدای خورشید یا هلیوس بوده و در یک دستش مشعل و در دست دیگرش نیزه یا یک کمان داشته. برخی میگن پاهای مجسمه از هم باز بوده و هر کدوم از اونها در یک طرف بندر قرار داشته. اما دانشمندان امروزی میگن که هر دو پای مجسمه در یک طرف بندر بوده، چون در غیر این صورت وزن مجسمه رو تحمل نمی کرده و اون فرو می ریخته. مجسمه قول رودس به مدت 60 سال پا بر جا بود تا اینکه به دست زلزله مهیب نابود شد و از بین رفت و این تندیس دیگه هرگز بازسازی نشد. صدها سال بعد اعراب به رودس حمله کردند و فلزهای باقی مونده از مجسمه رو فروختند. به همین دلیل باستانشناسان درباره شکل مجسمه و محل دقیق استقرار اون چیز زیادی نمیدونن. قبل از اینکه بریم سراغ معرفی شماره بعدی و آخرین عجایب هفتگانه،
اگر تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی منتشر میشه شما اونها رو ببینید و البته این بهترین حمایت شما از ما هست. و شماره 7، فانوس دریایی اسکندریه. این فانوس دریایی کشتی‌های رود نیل رو برای عبور از بندر شلوغ شهر هدایت می‌کرد. نظرات مختلفی در مورد ارتفاع این بنا وجود داره و بعضی‌ها گفتن بین 61 تا 180 متر ارتفاع داشته. اما دانشمندان امروزی بر این باورن که ارتفاع این بنا چیزی در حدود 116 متر بوده. فانوس دریایی اسکندریه از سال 956 تا 1323 میلادی به خاطر زلزله‌های متعدد به طور کلی فرو ریخت و از بین رفت و از اون زمان تا حالا بخش زیادی از بقایای این فانوس در اعماق رود نیل پیدا شده. باستانشناسان از روی سکه‌های ضرب شده قدیمی با نقش فانوس دریایی اسکندریه فهمیدن که این سازه 3 سطح داشته. سطح پایین اون به شکل مربع، سطح میانی به شکل یک هشت ضلعی و سطح بالایی اون به شکل یک استوانه بوده. نوک این برج مجسمه تقریبا 5 متری داشته که احتمالا متعلق به اسکندر بوده. ای کاش این عجایب هفتگانه در طول زمان از بین نمی رفتن و ما میتونستیم امروز شاهد اونها باشیم. به نظرتون از بین این 7 مورد کدوم یکی از همه باشکوه‌تر و عجیبتر و پر رمز و رازتر بودش؟ خیلی ممنونم از نگاهتون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد اونو لایک کنید و برای دوستاتون بفرستین. کانال رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو فعال بکنید که هر وقت ویدیوهای بعدی ما منتشر میشه شما اونها رو ببینید. البته این بهترین حمایت شما از ما هست. خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.